با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و روز جمعه خوب و خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشین. ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. یه نکته جالب در مورد اپوزیسیون، البته ببخشید که به این چلقوزها میگیم اپوزیسیون، اصلا اینا آبرو و معنای واژه‌ها رو از بین بردن. بگذاریم. نکته جالب این براندازه اینه که هرچی میشه سری میگن اینم از خودشونه، فرق هم نمیکنه چی باشه. مثلا میگن اروپا دستش با خوندا توی یک کاسه است، دموکرات‌ها همیشه هوای جمهوری اسلامی رو دارن، اسرائیل و ایران پشت پرده با هم همکاری میکنن، یا مثلا مسیح علی نژاد عامل نفوذیه، رضا پهلوی آلترناتیو سپاه پاسدارانه، فخرآور رو فرستادن که مخالفا رو بدنام کنه، حامد اسماعیلیون مشکوکه و غیره و ذالک. باور نمیکنین چنین مطالبی مینویسن، بس که همشون دزد و کثیفن، جور دیگه نمیشه کسافتکاری هاشون و خیانت هاشون رو توجیه کنن. الان واسه تک تکشون یه توییت رونمایی میکنم. دوستان دیدید از زمانی که اعتراضات شروع شده دیگه اسرائیل هیچ حمله ای نمیکنه، آمریکا و اروپا هم دست از تهدید برداشتن. مخلص کلام، این بی‌شرفا دستشون با نظام توی یک کاسه است و باید دست اجنبی رو همزمان با ظالمان از وطنمان کوتاه کنیم. اصلا این تصویری است که دختر پهلوی، ایمان پهلوی، چند وقت پیش تو فیسبوکش آپلود کرده بود. رسما هر کی و هر چی بود رو سایبری خطاب کرده بود، همه به کنار، ولی واقعا زیبا کلام رو گردن نمیگیریم. از اون سمت مخالفای پهلوی سریع به خودشون حمله میکنن با انتشار یه ویدیو جالب از یاسمین پهلوی. داستانو فهمیدین یا شهبانوی سپاهی بیشتر توضیح بدن؟ پلن چیده شده، الان وقت رو کردن مهره ها بود. حالا اونی که دیگه دوست داره با این جریان بره تو لجن هیچ بهانه‌ای نداره، نمیتونید بگید نمیدونستیم. حالا داستان این توییت چیه؟ این ویدیو از توهمات یاسمین پهلوی رو داشته باشین که خب جالب بود، ولی قبلش یکی از کارمندای اونجا آمد با ما سلام علیک کرد و به ما گفتش که ایران، مثل اینکه جدیداً ایران بوده، و برای ما تعریف کرد که در وزارت خارجه ایران که رفته بود ملاقات کنه با یه دی، اونجا خیلی ها بهش گفته بودن که از این پاسداران و اینا بهش گفته بودن چقدر علاقه مندن به بازگشت همسر من و چقدر با اینکه تو کار هستن امیدشون اینه که همه چیز عوض بشه و اینام بتونن از این راهی که توش هستن بیان بیرون. و خودش گفتش که خیلی خوبه که همسر من همیشه میگه که این ریزش از حکومت پیش بیاد و یه جوری کسایی که خب نه که اونایی که واقعا آدم کشتن که خب نابسته حتما دادگاه برای کاری که کردن باشه. یعنی آخرت توهم، یعنی اوج بیشرفی. خب ابله، الان مگه 500 سال پیشه که پیغام رو با شتر و اسب و قاطر بفرستن؟ یه ایمیل یا دایرکت میشه داد. فکر کن پاسدار باشی بری سفارت ایتالیا، بعد یه خبرنگار رو گیر بیاری و یواشکی تو گوشش بگی که ببین اگه یه روزی اتفاقی یاسمین پهلوی رو دیدی این پیغام رو بهش برسون. یعنی اگه روبه پهلوی به ایتالیا نمیرفت و این خبرنگار رو به صورت اتفاقی نمیدید، این خبر مهم دیگه به گوشش نمیرسید. من باید به این جماعت چی بگم؟ مثل این میمونه من به یه کارمند بانک تو شهرمون بگم داداش هر وقت رئیس بانک مرکزی آمریکا رو دیدی بهش این پیام من رو برسون. البته مدیون این، فکر کنین که والا حضرت دارن دروغ میگن. جالبه به این جلبک طرفدارای روبه پهلوی والا حضرت میگن. اون پاسدار اگه قرار بود چیزی بگه مستقیم به سفیر میگفت دیگه، چرا لقمه رو بچرخونه دور کلش. حالا همین یاسمین پهلوی با این سطح از شعور و دانش برای بقیه خط و نشون میکشه. امروز یه توییت زده که به زودی منتظر افشاگری های برانداز ها بر علیه همدیگه باشیم. اجازه بدین یکم این عکس و مطالب و اهدافش رو بشکافیم ببینیم هدف و منظور چیه. اومده یه عکس رو منتشر کرده که روش شعاره مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد، جاوید شاه نوشته شده. خب بالاخره پرده رو کنار زدن و رسما اعلام کردن که ما به دنبال پادشاهی هستیم، یعنی دموکراسی و این داستانا رو بریزین دور. رضا پهلوی باید به عنوان شاه سر کار باشه و مرگ بر باقی. بعد در ادامه هم گفته که من نظرات خودم رو دارم و همسرم نظرات خودش رو، سوال دارید از خودم بپرسید. به این بخش دو مدل میشه پرداخت. اولینش اینه که روبه پهلوی رو از زیر بار مسئولیت فراری بده و یه را در رو براش بذاره که اگه فرد جای مچش رو گرفتن بگه آقا این حرفای من نیست، یاسمین پهلوی گفته و من چنین نظری ندارم.
از طرفی اگه چنین باشه، یعنی رضا پهلوی حتی رو همسر و خانواده خودش هم تسلط و اختیار نداره و اونا رو نتونسته از لحاظ عقاید و دیدگاه قانع کنه و نزدیکترین شخص بهش داره در امورش دخالت میکنه، این یعنی این فرد بی عرضه است تمام. در بخش دیگه ای هم نوشته که من به شدت با ایده چپ و مجاهد و ملا مخالفم و آنها را برای حال و آینده ایران زیانبار میدانم، اما منظورم این نبوده که صاحبان این ایده ها کشته شوند. آخش خیالم راحت شد. باور کنین تا الان داشتم از ترس میلرزیدم. بانو لطف کردن و گفتن که قرار نیست به خاطر ایده ها کشته بشیم. البته لازم به ذکر دوستان که اشاره نکردن میشه به خاطر ایده ها به زندان رفت، تبعید یا شکنجه هم شد. این تیکه از این روزنامه هم جالبه. محمد رضا پهلوی: من چپگراتر از چپی ها هستم. الان شعارهای یاسمین پهلوی چی میشه؟ آیا مرگ شامل پدر و شوهر ایشون هم میشود یا استثناء است؟ الان اعلی حضرت بلا تکلیفه، آیا به وصیتش عمل کنه یا محمد رضا رو به حال خود رها میکنی؟ میدونین چرا این وضعیت این برانداز است دوستان؟ شما کجا و کی دیدین که یه دزد با شرف باشه؟ کجا دیدین که یه وطن فروش غیرت و مرام و معرفت داشته باشه؟ اینا در مرحله اول سقوط خودشون رو فروختن. از قدیم میگفتن کسی که دروغ میگه اول به وجدان خودش خیانت میکنه و بعد به یه فرد دیگه. کسی که کشور و مردم خودش رو میفروشه دیگه چیزی واسه ارائه و عرضه نداره. بعد همین میشه که هر بار شکست میخورن سری میرن تو لاک بدبختی های خودشونو توهم میزنن. چند نمونه از توهماتشون رو براتون بذارم که حسابی خنده داره. این ابله نوشته که سردار حاجی زاده رئیس سازمان حافظای سپاه در فرودگاه حین فرار از ایران با خانواده دستگیر شد. البته خبر اونقدر فوری بوده که دستگیر رو دستیگر نوشته. یکی از رسالت های ما اینه که نذاریم بعضی از سمها فراموش بشه. امشب در 24 خبر فوری: توافق جمهوری اسلامی با ونزوئلا برای پناه دادن به مقامات ایرانی در صورت بدتر شدن اوضاع. در اوج اعتراضات و همزمان با آماده شدن معترضان برای مراسم 40 مهسا، مقامات ایرانی دنبال پناهندگی در صورت سقوط بودند. دوستان صدای سرخط رو هم شما از ونزوئلا میشنوید. بعد یه هنوز هم اینا رو دنبال میکنن. باور کنین صدا سیما باید چند تا طنز پرداز قوی و برنامه ساز حرفه‌ای بیاره تا هر روز چند ساعت چنین محتوایی رو برای تمام مردم ایران پخش کنه تا ذات واقعی اینا بهتر و دقیق‌تر مشخص بشه. شما این صهیونیست رو ببینید که با چه اعتماد به سقفی داره حرف میزنه. 100% مردم ایران از حمله اسرائیل به تأسیسات رژیم ایران حمایت میکنند. در گذشته زمانی که قاسم سلیمانی ترور شد مردم ایران شاد شدند. وقتی یک پهپاد ناشناس در تأسیسات رژیم ایران منفجر شد مردم ایران شادی کردند. اونا رنگ واقعی این رژیم شیطانی را میدانند و به همین دلیل است که از اسرائیل حمایت میکنند. فکر کنم اون صهیونیست هم جمعیت ایران رو دوستان یه 120% در نظر گرفته و گفته خب بسیجی ها و سپاهی ها رو که کم کنیم میشه 100%. این یکی رو هم حیفم اومد براتون نظرم. هادی مهرانی یکی از همون اصلاح طلب های مشهوره، این بار با انتشار یک عکس از رهبری نوشته: آنچه در تصویر میبینید یک وسیله پزشکی هست، یک دستگاه کوچک و پیشرفته و کارش مراقبت از قلب ریه هست که علاوه بر اینکه جلوی مرگ آقا رو میگیره از صلابت و اقتدار رهبرشون هم محافظت میکنه. بعدم تو توییت های بعدی مدعی شده که این دستگاه بی پپ هست. اولا که حضرت آقا مقتدرانه در سلامت کامل هستن و همین هفته پیش ویدیوی 1.5 ساعت سخنرانیشون رو گذاشتیم. در ثانی این تصویر به مراسم دانش آموختگی دانشگاه امام حسین در سال 1395. بعدش این بی پاپ هم که نوشته در اصل یه ونتیلاتوره و چطوری میشه چنین دستگاهی بدون ماسک و یا شلنگ باشه؟ اصلا کاربردش به اینه که از طریق ماسک هوا رو به ششها برسونه. بعد ابله خان اگه چنین دستگاهی هست و باعث اقتدار میشه لطف کن یه دوتا واسه بایدن بفرست که مزحکه یه عام و خاص شده. پیام باقری هم در توییتی جذاب حسابی سکه یه پولش کرده. عکسی که هادی مهرانی پروفایل توییترش کرده رو برداشته و دقیقا همین برآمدگی رو پیرنش شکار کرده و نوشته: آنچه در تصویر میبینید یک وسیله پزشکی است، یک دستگاه کوچک و پیشرفته و کارش تولید اراجیف و خزعبلات بی سر و ته که علاوه بر اینکه جلوی فکر کردن بیمار رو میگیره باعث جذب ربات ها هم میشه و کیلویی براش فیو میزنن که متوجه احمقانه بودن اراجیفش نشه.
خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.